خب میهنان گرامی، درود بر شما، درود فراوان بر شما، درود بیکران بر بر شما. شما میهنان گرامی. ما با مهر دوستان که گفتن حتما باید زودتر برنامه داشته بود، البته ما پیمان بسته بودیم که سعی کنیم هفتگی اجرا کنیم. خب این مسائل به اصطلاح روزمره، مشکلات روزمره ای که پیش میاد در روز و گرفتاری های عادی، هیچ چیز نگران کننده نیست، همینا نگران نشن، نرسیدیم. اما در مورد این شرایط بحرانی مزخرفی که سر فرستادن کشتی ابراهیم به منطقه ابراهیم لینکلن مثل که مردک ملعونی هم بوده، این همه تعریفش کردن تو کتاب هم و بچگی تو دبستان به ما میاموختن بچه خوبی بوده، ضد بردهداری بوده و داشتیم مادر به خطا نه تنها زد مسئله زد بردهداری نبوده بلکه با برده هاش هم میخوابیده، حالا اون یه مسئله دیگه برده رسمی نداشته، ولی هدف این بوده که اون اندستری شمال آمریکا که زیر نفوذ جناح دیگری از جهودان بودن، میخواستن مشکل به صراحت با هم دعوای این داشتن که اقتصاد این یا اقتصاد اون، اقتصاد بردهداری یا اقتصاد استثمار کارگر روزمزد، به صراحت دعوا بین دو جناح سیستم بود. طبقاتی آدمخوری بود که خب بردهداری از خیلی نظرها میدونیم که بهتر از سیستم فئودالی یا سرمایه‌داری بود، برای اینکه به هر حال برده قیمت داشت و باید به طبش میرسیدن، به خونه بند جای درست و چیزی داشت که مریض نشه، برای ارزش داشت. ولی خب کارگر دهقان فئودالی یا کارگر سرمایه‌داری موجود بی ارزشی است در ذهن سرمایه‌دار یا زمیندار که اکسپندبل، بس قابل خرج کردن، یعنی میشه نابود بشه یکی دیگه جاشو میاد میگیره. اینه که بله بحران امروزی، بله بحران امروزی داشتم میرفتم جای دور پیش از امروز که... خواستم که پرسش هایی که در مورد بحران امروزی و فرستادن کشتی ابراهیم آبرام لینکلن به منطقه و اینها، ولی اما شما باید تاریخ رو بگین. بله نخست، تاریخ روز رو میگم. امروز تیرشید از هفته 25 اردیبهشت ماه سال 12353 از کیومرس مهمیترایی برابر است با 15 می 2019 ترسایی. ترسویی قرار شد دیگه. ترسویی. بسیار فرخنده دوستان گرامی. بله. نکته یا پدیده نخست این که در مورد همین بحران روز و کشتی آبرام لینکلن در خلیج پارس. بله. خلیج پارس، بله به راستی هم پدیده ایست، شاخاب پارس، بله پارس. و سپس دوستان بسیار فرهیخته ای در کانال یوتیوب ما لطف که البته معربه مهر ورزیدن و کامنت ها و پیام های فراوانی گذاشتن و یک گروه بسیار جالبی در واقع گرد هم آمدند زیر این برنامه ها با هم گفتگو میکنن. من بسیار لذت میبرم، برای کیومرس هم میخونم از کامنت ها و پیام هایی که میگذارن و یک دیگر یافتن و یک دیگر رو دوستان این یافتن. خدمتی که ما خیشکاری که ما کردیم، جوانان فرهیخته بسیار روشنی هستند از دبیرستانی تا دانشگاهی و دکتر، بسیار شادمان هستیم و پرسش های فراوانی دارم. من چندین از پرسش ها رو نوشتم که امشب برسیم پاسخ بدیم. میرسیم باش. بله. ولی کوتاه ضبط کنیم که درست. خب همین هنها ببینید، این ماجرای ابله بودن یا نوکر بودن
کشورهای غرب که گفتیم کشور نیستن، بلکه هنوز دیگه همکنون دیگه نقاط جغرافیایی هستند که تحت کنترل مافیای جهانی سرمایه های بزرگ، خب میدونیم جهودان قرار گرفتن این نقاط. ببین کشور یه تعریف داره، اینکه استقلال داشته باشه و گذشته از مرزهای جغرافیایی، در روابط درونی و بیرونیش منافع مردم خود رو ریپریزنت کنه یا نمایندگی کنه. کشورهایی که دیگه قرنهاست که تحت نفوذ نقاط مثلا کنترل کننده یا مونوپول کننده سرمایه به یا هر نوع کالا یا خب بله دوستان این اصلا اگه این صدا رو شنیدین نگران نشید، اینا تابوس های ما هستن که صدا میده پشت جنگ هستن. خب ببینید اینه که این به اصطلاح در ظاهر کشورها دیگر کشور نیستن، به این دلیل که اینها همه تحت منافع ملی خودشون رو ریپرزنت نمی کنن، نمایندگی نمی کنن، بلکه منافع افرادی که اون کشورها رو تحت اشغال گرفتن. خب درست مثل ایران ما که اشغال شده به وسیله جودان آخوند آنوسی به اصطلاح یهودیان آخوندی یا آنوسی، یا آمریکا، یا اروپا، یا استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلیس که هم خب مرکزشون بود پیش از جنگ دوم جهانی و سپس که اسرائیل رو ساختن ساخته شد دیگه، اون کله این بسرا این کشورهای غرب هست، اون دستورات رو میده و اینها اجرا کننده هستن و خیلی هم مشخصه. بستگی به سایز و اندازه این نقاط جغرافیایی روی زمین نداره، بلکه بستگی داره که این سرمایه های این نقاط جغرافیایی یا این به اصطلاح کشورها در دست چه کسانی هست و چه کسانی اینها رو دستورات چه کسانی رو اجرا میکنن. و اینکه این حکومت های این کشورها دیگه نماینده، نه تنها نماینده مردمان خودشون نیستن، با اینکه ظاهرا انتخاباتی صورت میگیرن، میگن بین مثلا مطبوع سگ و مطبوع کفتار باید یکی رو انتخاب بکنی، یا این یا اون، دوتا رو میذارن جلوش و هر دوتا هم نماینده دو جناح یا دو بخش مختلف همین آشغال کله ها هست، همین هایی که بسه اون کشور رو تحت بسه مونوپولی خودشون دارن یا قدرت خودشون دارن، از بانک ها و کس هد یا سر تمام کورپوریشن های دیگه این کشور ها هستن و تو آمریکا مشخصا وپن اینداستریال کمپانی یا همون کمپانی های اسلحه سازی که خب همشون متعلق به همین به اصطلاح موجودات به قول پردیسی بزرگ بهشون میگه زفت. بله خب این یکی این که اگه پایه‌ای بیاندیشیم مشخص میشه که بر اساس اقتصاد، نه تنها اقتصاد اینها دیگه ندارن، بلکه اقتصاد دروغینی که از زمانی که سرمایه‌داری تبدیل به مونوپولی شد به طور کامل، میتونیم از زمان ریگان در آمریکا که عمده سرمایه ها در آمریکا جودان کنترل میکنن، از اون زمان دیگه اینها چی میگفتم فراموش کردم، از اون زمان اینها دیگه کاملا تحت کنترل این بخش های خصوصی هستند و بعض اون که کمپانی ها بهش اجازه داد، چون سرمایه داری به این داری که برای اساس بود که کنترل کپیتالیزم یا کپیتالیست باید به وسیله یک سیستم دولتی کنترل بشه که از یه اندازه خاصی که کپیتال بزرگتر شد بریک بشه، شکسته بشه و به کپیتال های یه مقدار کوچکتر تبدیل بشه، برای اینکه مونوپولی وجود نیاد و در نهایت یه سرمایه غول نتونه بقیه رو بخوره. ولی زمانی که چکن بالانس بیشتر مسائل سیاسی بود، ولی انتی تراست، انتی کارتل قوانینی بود که وجود داشت و اون به اصطلاح تئوریسین ها سرمایه داری میگفتن این دیگه آخرین
نوع سرمایه‌داری، انسان نوع آخر، نوع اقتصاد جهانی است و این تا ابد چیز خواهد که خب غیر مشخص بود. کارل مارکس هم گفته مارکس بود و انگلس و بیش و پیش از اون افرادی اومدن این رو از علمی بررسی کردن و مشخص شد که این دروغی بیش نیست و سرمایه‌داری راهی جز رسیدن به امپریالیزم یا همون امپراتوری سرمایه نداره و اون زمان سقوطش خواهد بود. حالا ضمناً دوستانی که زیاد این بر اون بر توی یوتیوب چیزایی که جودان میپراکنن که آقا اینها چون یارو جود بود و فلان اینها، اصلا اینم یه اینم مثل توطئه بقیه توطئه ها اینهاست، اینا میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن که برای مخشویی به کار میره و خب راهی جز این نخواهد بود که جهان اگر میخواد سروایو بکنه، اگر میخواد باقی بمونه، راهی جز این نیست که باز بگرده به یک سیستم علمی یا دانش پایه بخشمندی کار و مواهب هستی در میان مردمان، سیستمی که جمشید پایگذاری کرد 11,000 سال به پردیسی بزرگ رو خیلی زیبا توضیح میده. اینه که این نظرین شما رو به ترسونن با این چیزا. حالا نمیدونم این کمونیست بود یا اون کمونیست بود، ایش کدوم تا حالا کمونیست امکان پذیر 60 سال دیگه که کامیونیتی آف هیومانیتی یعنی انسان ها خودشون خودگردان به اون درجه از آگاهی و انسانیت برسن که خودگردان بتونن یه سیستم انسانی رو پایگذاری بکنن در تولید و پخش اون تولید در میان تولید کنندگان بیا بخش بندی شورایی در واقع. خب حالا بگذاریم بحث بسیار تونانی گفتمانی که اینجا نمی گنجه. اینه که به هر روی اگر قراره که آلترنتیوی برای این سیستم آدم خوری باشه، چیزی همون جو سوسیالیسم انسانی یا همون راه جمشید نیست. حالا اسمش میخوان امروز توی غرب با سیستم تفکر غربی سوسیالیسم کمونیسم یا هرچی برامن، ما اون برداشتی رو که برداشت دانشپایه انسانی از یک سیستم تولیدی و اقتصادی جمشیدی هست رو مد نظر داریم. به هر حال رسیدیم به اینجا که اینها این به ویژه در زمانی که این بالون یا این بادکنک مونوپولی سرمایه به وجود بیاد، این شروع پایان دوران سرمایه‌داریه. باشیم و زیادم طول نخواهد کشید. گفتیم پیش از این که اگر بردهداری به شکل کلاسیکش 3,000 سال وسیله جهودان روی زمین پایگذاری شد، فئودالیسم 600-700 سال و سرمایه‌داری نمیدونم 200-300 سال میتونیم عمرش رو تخمین بزنیم. حالا موناپولی فهم کنید چقدر طول کشه؟ موناپولی بین 30-50 سال بیشتر نخواهد بود. خب به هر حال این سیستمی که بر نه بر اساس خواست یا خیالات ما، بلکه بر اساس محاسبه دقیق دانشپایه یا علمی روند سیستم روند تولید سرمایه‌داری است که به بن کار خودش رسیده و الان به قول گفته خودشون 880 تریلیون تاکسیک اسید یا اون دروغین یا سمی یعنی سرمایه های سمی وجود داره، چیزایی که اینا ظاهرا درست کردن به وسیله بانک های مرکزیشون، چاپ بیروی پول و چاپ و درست کردن یک سیستم آدم خوری به اسم بانک جهانی یا IMF که بتونه این دلاری رو که زمان نیکسون با توطئه اون جهوده که مریض به اسم کیسینجر پایگذاری شد که گولد که پول واقعیه برداشته بشه و دلار جای گولد رو در سر تا سر جهان بگیره، و اولش خیلی همچین خوشخوشک و آروم گفتن ما دلار رو راحت بهتون میدیم هر جور بخوان، قرض میدیم 0% ازتون سود میگیریم، این دلار بشه چیز روابط بین المللی، یه چیزی که هرچی میخواد بین کشورها خرید و فروش بشه تبدیل به دلارش میکنیم، ما خودمون این بانک ها رو درست میکنیم، اسمشو میذاریم فلان و اینا،
این ما خیلی چیزا رو راحت میکنیم برای شما، این داد و ستد رو داستان راحت میکنیم و کشورهای به سر نوکرشون رو یا همون غرب رو به هر حال گول زدن که این سیستم رو بپذیرن و این سیستم جهان رو گرفت. به هم دینا با هم قدرت دلاری که امروز فرمان روایی میکنن و سانکشن میکنن یا همون چی بهش میگن تحریم میکنن و از این نوع مزخرفات. البته خیلی مصنوعی هم قیمت دلار رو پایین نگه داشتند، قیمت طلا رو پایین نگه داشتند، وگرنه طلا هم اکنون بعد 5 برابر خیلی بیشتر از اینها قیمتش هست. و خب فعلا تحت کنترل بانک های سرمایه‌داری جهودان جهانی نمیذارن فعلا طلا بشه تبدیل به پول، که به هر حال این اینا موقتیه. برها بگذاریم از این مسائل، میخوام برگردیم به دریکی که داریم شو بزرگ برای exchange of goods and services، یعنی برای داد و ستد بین که بعدا جهودان این طلا رو برداشتن تبدیلش کردن به چیزی که مونوپوله بشه، به تبدیل بشه به رباخاری و ازش استفاده بسه رباخاری بشه. زمانی که ایگیگی بانکس اند سانز رو در بابل جهودی درست که همه چیز رو کنترل کردن، درست مثل همه امروز 2000 سال پیش، همه امروز رو دوستن. تاریخ فکر نکنه خیلی طولانی، ولی خب به آخر کار خودش رسیده. بعد همه چی رو کنترل میکرده. ایگی بیز انسان که از همون مشتق شده از ایگی گادهای سومری شونه. ایگی بیز انسان و پسران که میبینید توی حجره هم هنوز زهرماری و پسرانش اینا، حتی نه تنها مسائل ساختمانی، هر چی که توی مردم باید از اینا میرفتن وام بسه وام میگرفتن، تحت کنترل اینها بود و اینها وام میدادن و چیز میگرفتن بسه روش رو وام میگرفتن، سود میگرفتن، رباخاری رو انداختن. اضافه این که فاحشه هم چیز میکردن، فاحشه رو هم جزء همون پروداکت هاشون بود. جزء پروداکت کسی میخواست با این فاحشه بره باید میرفت از ایگی بیزنسن چیز میگرفت، وام میگرفت و یعنی میپرسید که با کجا برم، این چنده، قیمت چنده. تو همون معبدای مردوخشون بود دیگه، تو در بابل. بله در بابل. خب برها راه دور ممانعتب داریم میریم برها این هر چیز به چیز دیگری میانجامد. اما اینکه اینها با این اقتصاد پفکی و رونق دروغین تورم باد کرده، منظورم تورم یعنی نه اینکه هر سال قیمت ها بالا بره، منظورم این همش باده، کل این سیستم رو عرض میکنن. اینها حالا با فشار نتانیاهو، این بدبخت، این ترامپت باید کشیده بشه به طرف شاخاب پارس. این عکس هم توی نیویورک تایمز بود، نمیدونم ماجراش چیه، مثل این که جود هم سرستاشون بلند شده بود، حتی نیویورک تایمز تبدیل شد به روزنامه خیلی عقب مونده. کثافت قبلا روزنامه به اصطلاح وزینی بود، یا به این دلیل که یهودی های لیبرال یا به اصطلاح ضد جنگ یا مثلا فلان اینها صاحبش بودن، حالا کاملا یه چیز آشغال خونه شده. اما این تو این عکسی که اینجا ما دیدیم، این نتانیاهو داره میکشه ترامپ رو به دنبال خودش. خب این ببینید، این یه البته اینا زیاد نمیدونن عمق این ماجرا چیز، ولی در واقع خودشون هم نفهمیده چیزی درستی گذاشتن. اینکه کله این اژدها، که اژدها چیز خوبی در مقابل موجود، کله این اهریمن در همون اورشلیم بویناکه، همون چیزی که قدیسی بزرگ هزار سال پیش ما گفت که جایگاه ضحاک کجاست، قشنگ پوینت کرد، به ما نشون داد. این درس تاریخ رو دوستان، همون زمانی که فریدون پیشدادی لشکرکشی کرد در واقع به اورشلیم، بیت المقدس، بیت المقدس که میگه شون اینا میگن بیت المقدس، خانه مقدس، یعنی پرسی ترجمه میکنه پاک، اینا میگن خانه پاک، و تو اونو جایگاه اهریمن یا همون ضحاک مردوش بدان.
به ما ایرانیان میگه. به هر روی این که این موجودات اینها رو دارن میکشن، این کشور ناکشور بدبخت رو داره میکشه، با اینکه این ترامپ قول داده بود که نمیخواد جنگ جدیدی شروع بکنه، اما مشتونی اینا و قدرت نفوذ اینها در هر زمینه ای تو مخصوصا تو آمریکا، در هر جای عمده کشورهای غرب ممکنه به یک ماجرای ناخواسته منجر بشه، ولی در این لحظه یک توپ زدن دروغین و بچه ترسونه و اینا اینقدر احمقن به راستی که فکر میکنن خب مثلا یک کشوری، ما اینکه میگم جمهوری هستم که دولت ما کشوری چیز اشغال شده است، به هر حال اینا آدمی نیستن که ما بخوایم، اما ایران ما اگه بخواد مورد، یعنی هیچ کدوم واقعا کدوم یک فردی حتی میتونه این گونه زورگویی رو بخواد تحمل بکنه و مردم ایران فکر کنن که مثلا آها میگن ما این حکومت رو چون دوست نداریم این کثافات بیان رو ما بمب بزنن که ما حکومتمون بیفته. خب واقعا بیشوری و حماقت عقب موند، با اینکه اینها هزاران هزار ادوایزر و فلان اینها دارن، ده ها هزار در هر کدوم از این کثافت خونه هاشون، اتاق های فکریشون، نمیدونم American Enterprise Institute، Hoover Institute، نمیدونم Endowment for Democracy، کثافت شد چه فلان excuse my language به قول قدیمی ها، اینها با اینکه اینها ده ها هزار نفر نشستن و محاسبات دارن میکنن چطور دنیا رو بخورن و چه بکنن و در 50 سال آینده و در 20 سال آینده و در 100 سال آینده و اینها، با این همه میبینید که بلاحت این هاست. یعنی شما میبینید در بندهش میگه اهریمن از شعورش نیست که اهریمنه، اهریمن صفته، از بلاحتشه، یعنی از حماقت و بیشعوریه و که یک مغزی که مرده باشه، حالا اگر 100 هزار ادوایزر دکتر رو نمیدونم جاسوس و فلان داشته باشه، دانشگاهی و آشغال داشته باشه که بگه چه کار بکن، با و این نیوکان ها که بسیار نیو کانسرواتیو ها که همه نوکران همین اسرائیلن به قول معروف، نام دستورات در آخر از اینا میگیرن. حالا هر ادوایزر هم بخواد بگه که آقا این مسخره بازیه، این به جایی نمیرسه، این چیزی مثل چاه بیبونه، موقعی که پاتو داری میذاری توی منطقه و بعدش هم کشتی ابراهیم به تو میاری، حالا بعدش هم این جاسوسا و این وطن فروش های کثیف تو کانال های اینترنتی و کانال های ماهواره‌ای آشغال های جاسوس های بهایی آشغال، اون یه کانالی هست چی اسمشه، ایران اینترنشنال، مش بهایی واقعا بوینا که اونجا نشسته، بعد هم چیز میزنن که آقا چقدر گنده، این ببین چقدر گنده است این، خب فلان فلان شد، یعنی 60,000 نفر کشتیه، ببین 60,000 نفر توش کار میکنن، بعد از این فرض کن یه شهر کوچیک کار میکنن، ولی خب مثلا خب فرض کن 20 هواپیما روش میشینه، حالا 20 جت فرض کن روش میشینه، چند تا موشک داره، خب آخه شما چه مرگتونه، یعنی اینا میخواد برن به جنگ یک منطقه یک کشور، گرچه که خب اینا که تو یمنش موندن حالا میخوان چه کار بکنن، تمام و با دسیسه این کثافتای اسرائیل، با همکاری آشغال های عربشون، با پشتیبانی اروپا و امریکا و انگلیسشون، یه کشور فقیر بیچاره مفلوک موندن چون مردمش مبارزه میکنن، یا نمیدونم با اون همه دلام با دلوم بهش اومد تو عراق به گل نشست، تو افغانستان 18 سال به گل نشسته، حالا به التماس جلوی اون طالبان آشغال افتاده، حالا طالبان هم که خب خودشون ساخته بودن اولش بر علیه، به گفته خودشون بر علیه شوروی، ولی در اصل
اون جهود پست مال لهستان اون برژینسکی بود که این برنامه از نوع اسلام متعفن رو زنده کردن به دستور در اصل اسرائیل و جهودهای جهانی، این تئوری رو ساخت که منطقه رو با زنده کردن اسلام جسد متعفنی که مرده بود نمیدونم 50 سال پیش از نو زنده بکنیم و منطقه رو به انحطاط بکشونیم، اسرائیل نمبر وان بشه تو منطقه، شماره یک بشه. حتی جز اون گروه هایی بود که میرفتن سالهای آخر به دربار شاه محمد رضا شاه، اون برژنسکی اونجا حضور داشت، یعنی قشنگ نقشه برنامه بله به تعویض آماده بودن که چه اگر زمانی که انقلابی تو ایران صورت میگه، چون میدونستن ایرانی بعد از کودتایی که بر علیه ایران انجام شد آروم نخواهد نشست، بالاخره انقلاب خواهد شد، در نتیجه آخونده رو آماده کردن در اون، یعنی ساواک که همون موساد اسرائیل بود آخونده رو آماده کرد که هر وقت که انقلاب شد اینا بیان با، که خب کارتر هم توی کتاب خاطرات خودش نوشت ما مجبور شدیم به دستور همین در اصل برژینسکی بود که پول بدیم به خمینی که خمینی بتونه تیک اوور بکنه انقلاب ایران رو. خب شما این که میگین با این همه ادوایزر رو نمیدونم جاسوسان و اینها، اینا انقدر عقلشون رسیده که این کار رو بکنن و حالا برای شو یا واسه نمایش یا هر چی برای ترسوندن کشتی رو ببرن اونجا و اهنات رو بکنن، خب آقا فکر نمی کنن که در صورتی که مثلا بگیم که جنگم صورت بگیره، خب این بدتر مردم رو، مردم که مردم ایران برش یه شناخت مینیموم از مردم ایران به راحتی که تسلیم نمیشن، اینها بیشتر میرن پشت این رژیم کثیف و کمک میکنن برای پایداری جمهوری اسلامی، در واقع باز همون گونه که برای که میهن دارن به اصطلاح پدافند میکنن، خب پشت جمهوری اسلامی رو هم صفر به اصطلاح محکمتر میکنن. این اینا فهم کنم با این نقششون میخوام مثلا چی اصلاح طلب ها آقا رضا رو یه جوری بیارن اونجا و اون به قول معروف اون یارو کی بود توی جلسه های اسرائیلی آقا رضا میرفت پیشش، اون اسرائیلیه اسرائیلی که بهش پول جمع میکنه، آقا رضا براش پول جمع، یکی اون که بهش هم جایزه نمیدونم چیزم داده، همون کسی که میخواد بمب بزنه به ایران به قول معروف چیزشون جود گندشون، جود گندشون ولی میره توی اون قمارخونه کجاست توی اون شهر لاس وگاس برای اون کمپین میکنه، آقا رضا برای اون کمپین میکنه، شلتون ادلسون بله شده اون دیگه. اینا رسما داریم یعنی فکرشون چیه، اینا محاسباتشون چگونه است که میخوان انقدر به آب آتیش میزنن بیهوده؟ این مشتبونی اسرائیل دستورات از این نتانیاهوه بگیشه، نتانیاهوه میاد و وگرنه اگر اینا ببینید اگر این آشغال کله ها چیزهای اتمی عراق رو زدند و نقاط دانش و اتمی سوریه رو زدند، دلشون میخواد که ایران هم بزن، برای خودشون چون کثافت و ترس و فرومایه هستند میخوان امریکا بیاد این کار براشون بکنه که مثلا زیربنای ایران رو نابود، اینفراستراکچر رو نابود کنه، زیربنای اقتصادیشون رو نابود بکنه، نقاط اتمی رو بزنید، نمیدونم برق رو بزنید، آب رو بزنید، سدها رو بزنید، فلان رو بزنید، زیراب توالت ها رو بزنید که توالت را بیفت توی خیابون ها و مردم مریض بشن، یه همون جنگ میکروبی که در تاریخ تو توراتشون نوشته و ولی خودشون چون جرأتی ندارن، خود اسرائیلی خود در نتیجه به نوکرشون زر و زر میکنن که حالا تو بیا این کارو بکن. خب اینا اگه میخواستن جرأت داشت آمریکا که گوه رو بخوره بدون خب سرصدا و بوق بدون کرنا و بوق کرنا باید این کارو میکرد. اینا میخوان یه جوری به اسم این که حالا اینا رو بترسونیم، شما این کشتیاتون رو بیارین اونجا
ولی در اصل خواست اسرائیل اینه که بعد وقت از اون طرف هم شماره تلفن میده، میگه شماره تلفن من و این ترامپ به جمهوری اسلامی مسیج میده، پیام میده شماره تلفن منه که داریم بهم زنگ بزنیم. بله، این آدم نرمال بیچاره نیست، این مشکل زیاد داره، مشکل روانی. اما بیارین اونجا که اینا بترسن و تسلیم بشن، ولی در اصل خواست اسرائیل اینه که یه اتفاقی بیفته، یه جنگ اتفاقی شروع بشه. چون ترامپ مقاومت میکرد، چون قول داده من جنگ جدیدی شروع نمیکنم، موقعی میخواست انتخاب بشه مردم آمریکا بهش رای دادن. حداقل تا انتخابات بعدی فکر نکنم شروع بکنه. به هر حال اینا خواستشون اینه که این مشتمونی کسی که اینا، این که یه شاید یک فرجی بشه برای این بدبختای مریض که اتفاقی بیفته در اونجا و امریکا هم واسه گندگوزی و فسفس کردنش مجبور بشه حمله بکنه، مثلا یه تیری از اینجا به اونجا شلیک بشه. اینا خواستشون اینه. ولی این احمقا که نمیفهمن، یعنی امریکا که این شعور رو نداره، مثل الاغ یستی تیغه دارن دستورات رو اجرا میکنن. نقش این چیزم، این دوتا مامورم که گذاشتن واسه این، یعنی مجبور کردن اینا رو بذار سر کار، اون پومپئو و بولتون، دوتا آشغال اسرائیلی جنگ طلبه، مریض روانی. یعنی اینا جنگ طلب هم حتی ازشون نمیشه گذاشت، هم مریض روانی، نوکر صفت بدبخت ناتوان که هارت پورت میکنن. اون بولتونه که اون مثل سبیل درویش های جهود گذاشته براسه خودش، پف پف میکنه و فس فس میکنه و ادا در میاره. یکی هم که شما میگین تادلر بهش، آره اون چاقه، اون اسمشیه، اون پومپو هم که واقعا نگاش میکنی مثل یک کودک تادلر، مثل این تازه به راه افتاده، بچه های دو ساله تازه به راه میفتن، فرد چاق خودشو اینجوری هم میکنه با یه حالت عقب مونده با خنده. یارو میدونه که با لاوروف اومده بود، اون یارو که اون تو عربستان، اون اونجا شاهزاده بهش میگن، شاهزاده، آخه مادر قبا اینا سلطانن یا حاکم، شما چرا میگی شاهزاده؟ بعد بهشون ولی این شاهزاده عجب واقعا موجوداتی بهایی های کسیف تو این کانال، شاهزاده عربستان سعودی، این اومده بود سر یارو رو بریده بود، سر اون یارو قاشقچی رو که مأمور CIA هم بود بریده. بچه هم قبل از اون که بریده شروع کرده بودن به عره با عره برقی تیکی تیکی کردنش، این جیغ داغتش به هوا شده بوده که ترکیه هم ضبط کرده بود، همه اینا رو پخش کرده، اینا رو بیرون ندادن. ولی خب اونایی که شنیده بودن قبل از اون که این بمیره شروع میکنن به عره کردن بدنش، تیک تیکش کنن. خود این ترامپ هم که شنیده بوده ترسیده بوده بدبخت. بعد این پومپئو رئیس CIA هم بوده حالا قبلا، میره اونجا که مثلا بگه آخ چی شده و فلان و اینا رو، این CIA ما رو کشتین فلان و اینها، بعد مثل یه نوکر نشرفته بود نشسته بود جلوی این یارو دماغ گنده ولی عهد عربستان، کرکر با خنده های کودکانه ابلهانه اینجوری نشه. واقعا یعنی یک سلمان نامیه، نه جوک شده، یعنی یک جوک از جوک، ماجرا از جوک گذشته به حالتی واقعا دوستان گرامی همیهنان. نقش روسیه در این وسط خیلی کم رنگه. این گفتگویی هم که لاوروف با پومپئو داشت خیلی هیچی بی جا نرسید، خیلی پاسخهای چیز لاوروف خیلی به اصطلاح مایلد بود، ولی خب گفت اعتراض کرد که خود این امریکا، شما از تو برجام اومدین بیرون، خیلی کار اشتباهی کردین، بعد ما روی این در مورد ایران و چیزهای هسته اینا اصلا با هم هیچ توافقی نداریم، ولی گفتگو ادامه داره. این عقب موندگی روسیه با اینکه قدرت نظامی داره و محکم میتونه وایسه و این کثافت، چون هرچی عقب کشیدن اینقدر خرن و کم بیف از بیفرهنگی و بیشعوریشون، اینا اطلاعات زیاد دارن و سیستم درستی زمان شوروی پیاده شد، این به اندستریال بسیار پیچیده رسید شوروی و اینا، اون رو به قول معروف چیز کردن، به ارث رسیده به اینا، ولی اینا هیچ استفاده ای نمی کنن. خیلی راحت میتونه بگه که با آقا جون دیگه بسته،
و ما اینقدر بیشعور بودیم که گذاشتیم تو بری لیبی رو به کثافت بکشی، عراق رو، سوریه رو، افغانستان رو، منطقه رو به گوه بکشید به دستور رئیست. ولی دیگه اگه مثلا پا تو دیگه بخواید دیگه از گلیم بازش کنیم، ما جلو دوار میسیم اونجا، مشکامون رو میفرستیم اونجا و ولی ما تو بزن. خیلی راحت میتونه این کار رو بکنم بدون به اینها پس خواهند کشید، ولی اینها نه ولی شرشبه فرهنگشو گفت دارن و نه اون شعور استراتژیک رو دارن که بفهمن که عقب نشینی در مقابل جهودان جهانی هیچ وقت. اینا سر لیبی عقب نشینی کردن، سر سوریه عقب نشینی کردن، سر عراق، سر افغانستان عقب نشینی، نمیتونن بفهمن که ولی قرقرش رو کردین غرغر این میکنن دفعه به بعد. گفتش که شما سر 2003 سر جورج سر بوش پسر با اون جریانات وارد عراق شدین، دیدین جریان چیه، سر لیبی گفت اون کارو کردی. خب که چی؟ و گفتنش فایده نداره. و گفتش که این همون سناریوه. خب بله همون سناریوست، ولی خب قرم قرم میکنه. ولی یه گوهی بخور مدک بگو که نه این یکی دیگه خط قرمز دیگه، وارد از منطقه برین گم شین، برین با صلح برقرار بشه، برین اقتصادتون درست بکنین، سیستمتون درست اینا. واقعا سیاست بازی هنوز ادامه داره با این عقبوندگی ذهنی آقای پوتین. پوتین با اینکه آدم خرزرنگ و واردیه ولی همه اطلاعات داره، ولی مثل یک الاغ در مقابل نتانیاهو میشینه و گم میخوره و هرچی اون میگه میگه چش. اینها اگه یک فرهنگ درستی داشتن به اندازه کافی توانایی نظامی و اقتصادی و سیاسی رو دارن که بیستن، ولی نمیستن به این بزرگترین خطر استراتژیکیه که جهان رو تهدید میکنه، این عقب موندگی فرهنگی. این اگر واقعا اگر ایران اگر چنین قدرتی داشت، حالا حتی با حکومت معمولی، حداقل مستقل و حتی معمولی، حتی سرمایه‌داری آشغال، بیشک وای میستاد و نمیذاش این از این ترک تازی ها رو در جودان در منطقه به وسیله این استرا کشورهای غرب انجام بشه. ولی خب ما انتظار فرهنگی از این ما از هیچ کس نداریم. چین هم که آشغال اینه اصلا دقیقاً کشیده کنار، خفقون گرفت، یعنی داره خوب خودشو محکم میکنه از لحاظ اقتصادی. من فهم کنم که شماره یک بشه که در واقع هست، فقط خودشو بروز نمیده، میتونه تمام استاشو از امریکا بکشه بیرون. امریکا افتاده ولی چین هم خودشو محکم میکنه، قرد میکنه، محکم میکنه، برای اینکه از لحاظ اقتصادی کردن میگه. اینه که حتی از نظر اقتصادی که استراتژیک فکر کنیم، موقعی که اینا تاکتیک، اگه فکر کنیم اینا تاکتیک های ایناست که فعلا میخوان به اصطلاح یه شرایطی پیش بیاد تا در آینده وایسن، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه اگه تاکتیکی استراتژی رو نفی بکنه، اون دیگه تاکتیک نیست، بلکه یک شکست، یک اشتباه استراتژیک، مهیب استراتژیک که میتونه به نابودی جهان، جنگ جهانی سوم، اگر جلوشو از حالا گرفته نشه. خب اینها رو ما فکر میکنیم چون اینا خیلی متفکر اینا دارن باید بفهمن، ولی باور کنید نمیفهمد دوستان، باور کنید که نمیفهمند، به دلیل برای اینکه همینجور که عرض کردم بیشوری نتیجه این اهریمن صفتی و این سازشکاری نتیجه واقعا بلاحت به این چینی یا روسی، این فرهنگ رو نداره، این شناخت رو نداره، این درک استراتژیک و دانشپایی رو از هستی نداره، از راز و رمز هستی نداره و از حرکت دیالکتیک هستی نداره. حتی با اینکه اینها ظاهرا کمونیست هم هستن، حالا چین به ویژه در ظاهر میگه ما فعلا حکومت رو کمونیست نگه میداریم ولی اجازه می سرمایه‌داری رشد بکنه، ولی ما سرمایه‌داری رو کنترل میکنیم و اجازه نمیدیم که سرمایه‌داری بیاد و حکومت رو بخره، مثل غرب به طور کامل حکومت‌ها بشن نوکر سرمایه هاشون، ما اونا رو. و در روسیه هم تقریبا همین کار رو میکنه پوتین، سرمایه‌دار میان جلو اون زانو میزنن و عرایزشون رو میدن و اونم میگه این کار کنه.
اما در قبل درست برعکسه. من پیش از این گفتیم اینا رو که سرمایه داره که حکومت میره جلوی سرمایه داره زانو میزنه میگه که شما بفرمایید چیکار کنید. اینه که با این همه اینها دارن این به ویژه چین و روسیه اشتباهات بزرگ تاریخی و استراتژیک انجام میدن که در نهایت اگر بیش از این پیشرفت آدم خوری غرب در جهان پیش بره، خیلی وقت پیش اینا باید مسائل ترید بین المللی رو، داد و ستد بین المللی رو با یک پول آلترنتیو درست میکردن، ولی مثل اولا نشستن. حتی اون بریکس هم به جای نرسید. بریکس هم که میتونست این کار رو بکنه، اون پنج کشوری که متحد شدن. در بریکس، جریان بریکس، من فکر کنم بود که درست در ورج، در اون لبه ای بود که داشت کارا پیش میرفت، یکی یکی کودتا کردن در کشورهای امریکای لاتین. برزیل کودتاشو به برگشت طرف جهودای غرب، آرژانتین، برزیل، بله آرژانتین جزشون نبود، ولی به هر حال خیلی کشورهای امریکای جنوبی که رفته بودن به سوی آزادی و استقلالشون و با کودتاهای دست راستی های جهانی بسیار علتش این بود که سرمایه هایی که تو اون کشور ها هست عمدتا دست جوداست و اینا نگرفتن این سرمایه ها رو ملی بکنن و محکم بکنن پایه های کاری که به هر حال مثلا یک کشور تنها ونزوئلا انجام داده و کوبا انجام داده. ما معلوم میبینی که بیشترین چیز حمله به ونزوئلا و 50 سال گذشته مقاومت کرد کوبا، یا ونزوئلا هنوز مقاومت میکنه، ولی خب به تنهایی بسیار مشکله چون اینا میتونن اقتصاد رو فلج بکنن به خاطر همون قدرت دلار که از گفتیم از زمان نیکسون بود که به هر حال این دسیسه پا گرفت. قبل از اونم بود ولی به طور کامل موفق شد که جهان رو بخوره. در منطقه هم همگونه که بیشتر گفتین، اگه قاسم سلیمانی نبود که بره پیش پوتین در مورد منطقه و سوریه این رو به اصطلاح شیر فهم کنه، واقعا الان خیلی وضع خراب بود. سوریه الان دست جودا بود، داعش اونجا رو گرفته بود، عراق رو داعش گرفته بود، بله، و ایران رو الان داعش تو ایران به طور ترسشون کامل اصلا کاملا مشخصه در تمام این اخبارهای به اصطلاح ماهواره‌ای که اینا همه چی میگن بلنگوی همینا هستن دیگه، که اینا از سپاه پاسداران و سردار سلیمانی و به اصطلاح هشت و شبیه و منطقه و اینا میترسن. نمیده دستشون از ایناست و به هر حال میبینیم که در اصل یه ایرانی بود که باید میرفت فریب پوتین بگه مرد که احمق بیدار شو، لیبی رو اونجا گوهی نخوردی. تو سازمان ملل موقعی که اینا اومدن و رای گیری کردن که آقا لیبی نو فلای بشه، یعنی نو فلای زون بشه، این نه روسیه کسافت نه چین احمق وتو نکردن این رو، که راحت میتونستن جلو این جنگ رو بگیرن. ولی خیلی واقعا مثل آدم های بسیار کمشور، یعنی کمشورتر از اون چیزی که آدم انتظار یه انسان معمولی، یه آدم عادی و حتی کم سواد بفهمه، اینا سازشکاری و تو سرخوری نشون دادن از خودشون، با اینکه میگم نه از نظر نظامی کم دارن نه از نظر اقتصادی. ببینید چی که از نظر اقتصادی الان میتونه هر کاری که میخواد انجام بده. برها اینه که این عقبوندگی فرهنگی و این اشتباهات مهلک استراتژیکی که الان دارن کشورهای شرق انجام میدن، هند که صحبت رو همینطور که متاسفانه هندی که جز آریا وارتا سرزمین ها آریایی بود، الان دست جور که سرمایه‌دار جور به ویژه تاتاها و اون اینایی که اسم خودشون پارسی گذاشتن، یهودی هایی که سرمایه ایران رو بردن اسم خودشون زرتشتی و پارسی گذاشتن، توی دست اوناست و میبینیم چه آدم هایی تو سری خود، چه کشوری تو سری خودی درست کردن. ما این که هند هم بازه هم از اقتصادی قوی شده و هم از نظامی خیلی قوی، از نظامی هم قویه، بله بسیار قوی، بله. برحال میبینیم که این متاسفانه این عقب موندگی جهانی واقعا شرایط بسیار پیچیده و خطرناکی برای کره زمین، میلیاردها سال فراپویندگی روی زمین و هستی، میبینیم که واقعا به یک درجه غیر قابل حتی تصور رسیده و میگم دیگه از مرحله
به رسید مرحله مسخرگی که خنده آوره، به راستی در ما ایجاد خنده میکنه، اما خنده ای که خب هم کمدی تراژیک در کمدی واقع. تراژیک، هم چیزی که ماکس گفت به هر حال. کمدی تراژیک. خب دوستان، این در این مورد فعلا در این شرایط، بس جمع این بندی. جنگ، این جنگ، ادای جنگ طلبی غرب، آمریکا یک به اصطلاح باد و توپ زدن چیزه، ولی بسیار خطرناکه، به این دلیل که هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته و اون خواست اسرائیلیا عملی بشه و جنگ ناخواسته شروع بشه. و میگم اونا بودن که اینا رو، آمریکا رو تو این دام انداختن. اسرائیل بود که آمریکا رو تو این دام انداخته و هر روزم داره بیشتر میده. میگه خب حالا اگه اینطوری شد، حالا اگه ایران نترسید، حالا به ترامپ میگه امروز بگو من 100,000 سرباز میفرستم. آخه مادر به خطا، سربازت میخواد بره اونجا چیکار کنه؟ میخواد مردم ایران اینا رو بگیرن، گردناشونو بشکنن، کلاشون بکنن تو خاک. سربازات میتونن چیکار بکنن؟ مگه ایران عراقه؟ مگه ایران افغانستانه؟ اینا هم خودشون هم که میدونن که ایرانش کدوم از اینا نیست، اما این توپ و تانک زدن، باد زدن، به قول ما چی بهش میگن، پف زدن، باد توپ زدن علکی، مثل چیز دیگه، مثل نمیدونم بازی پوکره که دیگه توپ بزنی، شاید طرف اینا شاید زیادی پوکر بازی میکنن تو لاس وگاس، فکر میکنن توپ بزنن طرف در میره. نمیدونم حالا اینقدر احمقن یا نه. یه ادم من شنیدم یکی دو جایی در واقع که میگن این احتمالی که اگر یک زمانی جنگی بخواد روی بده از توی عراق شروع میشه. یعنی حالا نمیدونم در واقع منظورشون چیه. من سیستم الان عراق، یعنی آمریکا حمله میکنه به نیروهای مدرسه، نیروهای هشتال شبیه، فکر میکنم من ترجمهش میشه نیروهای مردمی، اون نوجبا که خب باز اونا هم چیز ایرانی دارن دیگه، بکگراند ایرانی دارن، و نیروهایی که متحد شدن، نیروهای ملی و میهنی و مذهبی و شیعه و زهرمار اینا، یعنی یک شترگاف پلنگ عجیب و غریبی است. ولی به هر حال جلوی غرب ایستادن، جلوی جودا ایستادن این نیروهای مردمی بسر. این احتمالا مزرعه میگه مثلا این حمله کن به پایگاه های اینها در عراق، چون به پایگاه های مثلا ایران در سوریه خود اسرائیل حمله میکنه و اینا جواب پاسخی نمیدن، برای اینکه به هر حال پیروز شدیم در سوریه. سوریه پیروز شد با کمک ایران و سلیمانی که رفت زد پس گردن این احمق و گفت بیدار شو، و بیدارش کرد. واقعا هم مرتیکه رو وادار کرد که چند هواپیما و ایناش بفرسته، چیزی یک پشتیبانی هوایی بده به نیروهای مردمی و ارتش سوریه و نیروهای مردمی منطقه که در اونجا دارن کار. اما امکانم داره که مثلا یه همچه غلطی بکنن که بخوان تو عراق مثلا اون نیروها رو بزن. که خب میگم این بالا گرفتن تشنج به نفع اسرائیل و به ضرر آمریکا و به ضرر ایران خواهد بود، اما این توبه میری از اون توبه میری نیست به قول قدیمی ها، که این یکی رو کور خوندن به نظر من، یکی یا این جنگ وحشتناکی شروع خواهد شد که خب دیگه تمام نیروها به همون اورشلیم بویناک حمله خواهند کرد، مرکزش البته به اون کسافتدانی حمله خواهند کرد، و خب این به ضرر خود این آشغال ها هم خواهد شد، اسرائیلی هم خواهد شد. یعنی به همین دلیلی که خودشون رو خیلی عقب نگه داشتن و نوکرای عرب و امریکایی و غربیشون رو جلو انداختن و خودشون تقریبا خفقان گرفتن سر این ماجرای جنگ و اینها، و زیر زیرکانه دارن موش میده بودن فعلا. اینه که فعلا همیهنان گرامی که به راستی هم نگران باید باشن و پیام گذاشته بودن که حتما ما یه گفتگوی
داشته باشیم در این مورد، خواستم عرض بکنم که چون این قراری نیست، قرار جنگ نیست، غرض این که با اینکه فشار اسرائیل اینه که به هر حال یه جوری بتونه آمریکا رو وارد این عمل بکنه که مثلا نقاط استراتژیک که تو ایران بزنه. این هم یه پرسش، نقاط محدود به صورت حمله محدود، اینا البته معنی نداره، بی معنی، برای اینکه ایران جواب خواهد داد. بله. حتی اون جمهوری آشغال اسلامی پاسخ خواهد داد، نه برای دفاع از ایران بلکه برای نگهداری جیب‌های کثیف خودشون پاسخ خواهد داد و جنگ سرتاسری خواهد شد و احتمالی هم داره که حالا زیر پرده روسیه این وارنینگ رو داده به آمریکا که این یکی رو نمیتونی انجام بده، با اینکه لاوروف گفت که سر ایران با صحبت هایی که با این چاغلو بچه چاغلو کردم اسمش چیه، با پومپئو کردم، ما هنوز راضی نشدیم، یعنی نگرانیمون برطرف نشده، مثل این که پومپئو سر این جریان در از زیر بقول معروف زیر چیزی رد کرده، چی بهش میگن تو ایران، زیر آبی زده، زیر آبی زده چیه، پاسخی نداده، برای اینکه خب نمیتونه بگه ما دستورات و فشار رو مو هست و باید این حرکات رو بکنیم، چون مثلا لاوروفش گفت آخه منظورتون چیه، یعنی چی میگه، خب جنگ را بندازین، خب جنگ که نمیتونین را بندازین، جنگی نیست که مثل این که مثل جای دیگه نیست که مثل عراق دیگه، بستون اونا، ولی اون جواب درستی نداده، اون چاقل بچه چاقلو جواب درستی نداده. اینه که به هر حال حالا ببینیم به کجا خواهد رسید. اینه واقعا خیلی مسخره است این جریان، این که امریکا این پومپئو رفته گفته ما با 50 کشور دیگه به این نتیجه رسیدیم که ونزوئلا بره گویدو بیاد، مامور آشغال CIA مون بیاد، بچه هم رفتن سفارت ونزوئلا رو توی واشنگتن اینا رو میخوام بکشم بیرون، ده چیز فرستادن CIA و اینا مامور فرستادن که اصلا you're walking into a sovereign country، خاک یه کشور دیگه دارین وارد میشین تو سفارت که میرین، میخوام اونا رو دستگیر کنم بیارم بیرون قفلاشون رو که جرات نکردن برامدن در رو پلوم کردن اینا اون آدم هم بعد بخوندو موندن گشنه تشنه. ولی جالبه رو کارت های بزرگ در تمام پنجان نوشتن your coup didn't work، کودتاتون کار نکرد، برین گمشین ول کنین دست بردن از سر ونزوئلا. خب همینان ما همینجور گپ زدیم دیگه، چیزی درستی امیدوارم که گفته باشیم، همینجوری بله. صحبت های درد دلمون رو گفتیم و البته من 50 دقیقه شد، شما اشکال نداره اگه بیشتر از یک ساعت بشه، من فقط یک اشاره به این تظاهرات بسیار دانشگاه تهران و چند جای دیگه که در مورد زنان و بسیار نوع لباس و اینا بود، فقط میخوام بگم که چه شعار جالب اینا داده بودن، نان کار آزادی پوشش اختیاری، یکی از زنده باد آفرین بر این نان کار آزادی پوشش اختیاری، حتی این کانال آشغال چیز اسمش ایران اینترنشنال بهایی ها نوکرای عربستان سعودی اینا حتی مجبور شدن بگن که شعار اینکین ها نیروهای چپ بودن در دانشگاه، که همین گونه که بله شاه میدونیم که ما بله شاه هم به حال انقلاب راستین ایران با نیروهای چپ شروع شد، ولی بعد خب تیک اوور کردن دیگه، ساواک موساد که ساخته بود آخوندارا اونا رو وارد جریان کردن، الان هم باز نیروهای چپه، ولی شک دارم این دفعه بتونن انقلابی که در آینده خواهیم داشت روش نمیدونم باهایی و فاش و نوریزاد و نسین ستودو و مادر قهوه و اینها اینستال کنن، من شک دارم این دفعه مردم ایران گول بخورن از این آشغال‌ها. من فکر کنم چون 55 دقیقه شد می‌خوای اینو قطع کنیم، پرسش‌ها رو در یک برنامه جداگانه، خب نه چون خیلی بسیار گسترده هستش، یعنی همکنون بعد از این که قطع کردیم دوباره جدا خیلی. دو تا برنامه جدا باشه، آخه اونم میخوان یه دونه عکس، بله من عکس جدید انتخاب کنیم، بله بله باشه، پرسش ها چی بود فقط بگین، نه من اگه بگم شما دیگه راه میافتیم، من میشناسم. خب همیهنان گرامی
اگر و کامنت، پرسش، نظریه هست، ما رو راهنمایی بفرمایید میکنین و در یوتیوب ما پاسخگو خواهیم بود. بسیار فرخنده. بدرود تا برنامه دیگر.